منم یه وقتی برسم شاید ازتون یه کویز گرفتم. وقتی خیلی هم بهتون خوش نگذر. تا آخر آمپلیفایر ها؟ چون فاصله تا امتحان هست. امتحان فرقی میکنه. حالا 28 تا سیو تبدیل امتحان صبح بعد از اون امتحان میگیریم اگه سیون باشه. بیست و هشتم و من مشکلی ندارم. حالا فکر کنید با بقیه صحبت کنید. با بقیه سه شنبهش همون سه شنبه بعد از ظهرش مثلا ساعت سه شروع کنیم تا شیش همون کلاس بگیر. نه دوشنبه. آها من قاطی کردم. دوشنبهش 27 تا. حالا یه جلسه کلاس هم میتونه نرفت. برای من هیچ فرقی نمیکنه فعلا. ولی خب جلسات گذشته در مورد آمپلیفایرها صحبت کردیم. دیدیم که چجوری میتونیم یه آمپلیفایر فرکانس پالا دیزاین بکنیم. یه ذره دید دیزاین اینجا فرق داشت با آمپسی که تو الکترونیکی. فرض بر اینه که ترانزیستور من یه مدل تو پورت حالا وای یا اس ازش میدونم. با استفاده از این مدل وای یا اس میام تقویت کننده دیزاین میکنم. توی دیزاین کردنم حالا یه سری چیزایی مثل گین و نویز و دوایر گین ثابت و نویز ثابت و دایره استابیلیتی اینا رو میکشم و منطقه‌ای که جزء جواب مسئله است اونا رو انتخاب میکنم و اینا. این پس شد طراحی آمپلیفایر. حالا از امروز کمی وارد بحث اسیلاتور میشم. آمپلیفایر مثل همه اون الکترونیک دیگه‌ای که شما تا حالا دیده بودید فرض خطی بودن داره. همیشه فرض میکنیم که سیگنال ورودی خطیه، سیگنال رابطه بین سیگنال خروجی و ورودی خطیه. درنش یه سیگنال ورودی رو کوچیک در نظر میگرفتیم که یه حالت اسمال سیگنال داشته باشه، خطی باشه. به هر حال یه رفتار خطی رو فرض میکردیم. آمپلیفایر من یه مدار LTI بود. مدار LTI شما وقتی بهش یه ورودی میدادید یه خروجی متناسب با اون بهتون میداد. پس رابطه ورودی خروجی یه تاب تبدیلی داشته. تاب تبدیل حالا ممکن بود فرکانس پایین باشه یه گین بود، فرکانس میرفت بالا یه اچ جی امگایی بود. بالاخره یه رفتاری بین یه رابطه بین ورودی خروجی وجود داشت. اما حالا میرسیم به اسیلاتور. اسیلاتورها برخلاف اون مدارای قبلی که شما داشتید یه مدارای اتونوموسن. این یعنی چی؟ نه مدار اتونوموس مداری که خروجی داره در حالتی که ورودی نداره، مستقل نمیشه. بالاخره مثلا منبع تغذیه احتیاج داره، نمیدونم خیلی سر احتیاج داره، ولی احتیاجی به ورودی نداره. ایجاد بودن خروجی احتیاج به ورودی نداره. تو آمپلیفایر شما اگه ورودی رو صفر می‌کردی خروجی صفر می‌شد. ورودی رو دو برابر می‌کردی خروجی دو برابر می‌شد. این مدار خطی بود. اینجا ولی مدار من یه مدار غیر خطیه. ورودی صفر، من خروجی دارم. خب حالا بیایم ببینیم که اصلا اسیلاتور چیه، چجوری من میام مدلش میکنم، چه پارامترهای براش مهمه، چجوری طراحیش میکنم، چجوری کار میکنه. این قسم این بحثا رو یه چند تا توپولوژی اسیلاتورهای مختلف، اسیلاتورهای معروف رو اینجا میبینیم. بعد یاد میگیرید که تحلیل کنید یه اسیلاتور رو. حالا فرقی نمیکنه اگر هم توپولوژیایی که دیدینم نبود بتونید تحلیلش بکنید. اسیلاتورهای معمولی رو میبینیم، بعدش اسیلاتور کریستالی رو میبینیم. بعضی اوقات من از کریستال توی اسیلاتورم استفاده میکنم واسه اینکه فرکانس هم دقیق تر بشه. اسیلاتورهای معمولی فرکانسشون بستگی به سلف و خازن و یه سری پارامترهای تو مدار داره که اینا ممکنه خیلی دقیق نباشن. سلف و خازنایی که شما میرید همینجوری میخرید معمولا 5 10 20 درصد تولرانس دارن، در نتیجه فرکانستون دقیق در نمیاد. اما از کریستال که استفاده میکنم فرکانس هم دقیق میشه. یه جاهایی احتیاج دارم فرکانس هم دقیق باشه، یه جاهایی خیلی هم مهم نیست که فرکانس هم دقیق باشه. پس میایم اسیلاتورها رو میبینیم ببینیم که به چه شکل کار میکنن. خب اسیلاتور بلوک یکی از بلوک های اصلی اون سیستم مخابراتی من بود. تو سیستم مخابراتی بعد از اینکه سیگنال رو تقویت میکردم بعد میامدم سیگنال فرکانسش رو جابجا میکردم، از فرکانس بالا میآوردم فرکانس پایین. واسه اینکه بخوام این کارو بکنم احتیاج به یه دونه لوکال اسیلاتور داشتم. یه اسیلاتوری میخواستم که برام یه دونه فرکانس دیگه درست بکنه که اون فرکانس دیگه رو بیام ضرب کنم تو سیگنالم
باعث این بشه که فرکانس هم شیفت بخوره بیاره تو فرکانس پایین‌تر. توی فرستندم همینطور اینو لازم داشتم واسه اینکه فرکانس رو ببرم بالاتر، آپ کانورت کنم. پس برای آپ کانورژن و داون کانورژن من اسیلاتورمو احتیاج دارم. یه اسیلاتور چه پارامترایش مهمه؟ بگید. فرکانسش خب خیلی پارامتری نیست، فرکانسش تعریفشه. یعنی بالاخره فرکانسش من بایستی اسیلاتور چه فرکانسی جزء چیزای بدیهیشه، ولی خب آره حالا بالاخره اگه بخوام جزء پارامترش بنویسم یکیش میشه این که فرکانسش چقدره. دقت یعنی چی؟ تولرانس داشته باشه یعنی چی؟ یعنی فرکانس جابجا بشه. فرکانس که جابجا بشه معمولا من یه راههایی دارم، مثلا یه چیزایی یه چیزی دارم اسم PLL، یا یه راههایی دارم که میام فرکانسمو تنظیم میکنم. معمولا من اسیلاتور تک فرکانس نمیسازم، اسیلاتوری که میسازم فرکانسشون تغییر میکنه. میام فرکانس رو انقدر باش بازی میکنم تا اینکه بیافتم رو فرکانس اون طرفی. رادیو که داشتی چیکار میکردی؟ تو رادیو شما یه دونه پیچ داری، اونجا اون پیچه رو یه ناب داری، ناب رو میچرخونی، انقدر میچرخی تا اینکه بیافتی رو فرکانس فرستنده. نه، اونجا داری فرکانس اسیلاتور رو عوض میکنی عملا، چیز دیگه ای نیست که عوض بکنی. فرکانس اون ال او که اومده ضرب شده تو سیگنال رو داری عوض میکنی. توی یه دونه رادیویی که شما دارید توی خونه، یا حالا رادیو ماشین یا رادیو جی بی یا هر چی، آمپلیفایر ورودی، کل مثلا باند اف ام رو میاد تقویت میکنه. بعد از اون یه میکسره که این میکسر میاد تعیین یه ال او داره. این ال او این کجا باشه شما یه دونه از این کانالا رو میگیری. یعنی وقتی شما داری میای جابجا میشی، اگر مثلا فرض کن یه رادیو داشته باشم که از 88 مگاهرتز تا 108 مگاهرتز که این باند رادیو اف ام، اینجا یه تعدادی کانال اینجا وجود داره، حالا اینا ممکنه قوی یا ضعیف باشن، کاری که میکنی اینه که میای اون میکسره رو جابجا میکنی، اون فرکانس اون میکسره، فرکانس اون چیزی که داره با این میکس میشه، یا فرکانس ال او رو میای جابجا میکنی. اگر من بیام ال او رو بندازم اینجا، این میاد ضرب میشه تو این، میبرتش فرکانس پایین. ال او رو جابجا کنم بیام بندازم اینجا، اینو میبره فرکانس پایین. اینجا بندازم یکی رو میبره، اینجا بندازم اینو یکی میبره. پس واقعا کاری که داری میکنی اینه که داری فرکانس اینو عوض میکنی، یه سلف و خازنی رو تو اسیلاتور داری تغییر میدی که فرکانسش عوض میشه. خب پس چی داریم؟ جزء پارامترهای مهم اسیلاتور یه تیونینگ رنج دارم من، که این تیونینگ رنج هم میاد بهم میگه از چه فرکانسی تا چه فرکانسی میتونم برم. حالا اگه این فرکانس رو بیشتر پهن‌تر بتونم برم، یه جاهایی به درد میخوره یه جایی به درد نمیخوره. اگه رادیو اف ام دارم بیرون 88 تا 108 چیزی نیست، حداقل چیزی که به درد شما بخوره نیست. اگه 87 نیم بیای رادیو چیزه، اگه رادیو داشته باشید که بیاد فرکانس پایین‌تر، بی سیم این تاکسی بی سیم است، تاکسی تلفنی قبلا تو تهران استفاده می‌کردن الانم دارن، حدود 87 87 نیم. بعضی از این رادیو جی بی ها تا 87 نیم بیای پایین قشنگ میشنوی، اون میگه ماشین بره اونجا، ماشین میگه بیاد اینجا، قشنگ میتونی اینا رو گوش کنی. یا بالاتر ممکنه یه چیزای دیگه‌ای باشه بتونی ببینی، ولی معمولا نیست، چون استاندارد ایجاب می‌کنه که اون باند شما استفاده بکنی. سنسیتیویتی به چی؟ حالا هنوز نرسیدیم به اونجا ها. حالا چی؟ یعنی چی؟ نه میتونم چیزی بسازم که کاملا آنالوگ تغییر بکنه، کاملا آنالوگ برم. میتونم من وی سی او بسازم که به اون میگن ولتج کنترل اسیلاتور، میتونم ولتج کنترل اسیلاتوری بسازم که دیجیتالی کنترل میشه، کانال به کانال میپره. بعضی از این چه میدونم رادیوهای دیجیتالی که نگاه میکنی کانال داره میپره، هر 0.1 مگاهرتز به 0.1 مگاهرتز میپره، یه جاهای خاصی فقط وای میسه، همه جا رو نمیتونی سویپ کنی. قدیمی ها که پیچ داره میچرخونی، اونا قشنگ آنالوگ همه جا داره، اون یه خازن متغیره اون که دست شماست، و خازن متغیر که شما میچرخونی فرکانس این عوض میشه. دینامیک چیه؟ نه حالات گذره فرکانسش 100 مگاهرتزه، هر پریودش 100 مگاهرتزه. شما که 100 مگاهرتز رو نمیشنوی، که سیگنالی که شما میخوای بشنوی ریت تغییراتش کیلوهرتزه. خب چی؟ کیو چی؟ خب چه فایده‌ای داره؟ یا آدم رو باند میاره، اگه بخواد
نه دیگه، من تعریفم اینه که من دارم اینجا اسیلاتور سینوسی تحلیل میکنم. اسیلاتور سینوسی یعنی خروجیش هستش کوسینوس اومگا تی. کوسینوس اومگا تی اینجا نگاش بکنی یه دونه ذره است. اعوجاج یعنی چی؟ چون مدار من یه مدار غیر خطیه، به ذات هارمونیک تولید میکنه. بعدن نهایتا من این هارمونیکا رو میام میبرم از توی یه دونه فیلتر بندپسی رد میکنم، همون حرفی که ایشون داره میزنه کیوش چقدر باشه، میام از توی این فیلتر بندپسه که رد میکنم یه مقدار هارمونیکاشو میگیرم. مدارم کلن غیر خطی کار میکنه، مدارم هیچ جایش خطی نیست، آخر آخر آخرش میام فیلترش میکنم، ولی اون هارمونیکا هیچ وقت حذف نمیشن. چون شما فیلتری که نگاه میکنید، اون فیلتری که اومدیم کشیدین توی مخابرات گفتید یه همچین چیزی، فیلتر بریک وال، من میگم فیلتر بریک وال یا آجری، من اینو فقط توی رو کاغذ دارم. در واقعیت فیلتر من هیچ وقت این شکلی نیست. خیلی اگه خوش شانس باشم این شکلیه، یا میتونم اینا رو یه ذره لبه‌هاشو تیزتر کشتر کنم. به هر حال همه فرکانس‌های دیگر هم عبور میده. پس فرکانس هارمونیک دوم و سوم و چهارم و پنجم هم میان تو اندازه‌هاشون، ممکنه 20 دیبی 40 دیبی 60 دیبی 100 دیبی تضعیف شده باشه، ولی بالاخره وجود دارن. اگه یه دستگاهی داشته باشم که به قد کافی حساس باشه میتونم اونا رو هم ببینم. خب پس این میشه هارمونیکا. دیگه چی؟ دامنه چیه؟ آره و نه، دامنه اوسیلیشن هم مهمه، میتونم تقویتش بکنم، اما فرکانس هم بالاست. این فرکانس دلم میخواست تا جایی که میشه تقویت کننده المان اضافه، ترانزیستور اضافه هم استفاده نکنم. گرونه همه چی، بجز اینکه گرونه، احتمال اینکه کوپل بشن با هم دیگه، احتمال اینکه خود اینا دوباره با هم دیگه یه رفتار کوپلینگی داشته باشن و درست کار نکنن، همه این چیزا هست. سایزم، حجمم، قیمتم، هزینه‌ام، باتریم، همه چی کوچیک‌تر میشه یا آمپلیفایر حذف بکنم. در نتیجه اوسیلیشن امپلیتیود هم جزو پارامترهایی هست که شاید برای مهم باشه، اما خیلی مهم نیست. کسی میتونه بگه چرا؟ نه می‌خوایم فرکانس رو جابجا کنیم. هر چقدر دامنه این باشه وقتی ضرب میشه ضرب شده دیگه. فقط اتفاقی که میفته اینه که گین اون میکسرم کمتر میشه. گین میکسرم معمولا مثلا من میکسرم میام با یه معمولا اینجا یه دامنه در حد مثلا 120 میلی ولت تایمن داشته باشم کفایت میکنه. این مدارام چون یه مدارای واگرایی هستن، حالا می‌بینیم چرا. مدارم مدار همگرا نیست، مدارم مدار واگراست. مدارم یه مداری که بعد یه ذره نویز بگیره، این نویز رو که میگیره انقدر تقویت کنه تا اشباع بشه. ناپایداره، یه چیزیه که خودش من اصلا با یه تغییر کوچیکی مثل نویز باید را بیفته با دامنه زد. یعنی معمولا این خیلی کار سختی نیست دامنه نوسان گرفتن. بعدن هم میبینیم میکسرهای من معمولا با یه LO 200-300 میلی ولتی بلکه کمتر هم حتی کار میکنن، در چه خیلی دامنه زیادی احتیاج ندارن. ولی خب به هر حال دامنه اوسیلیشن هم مهمه، میتونه کمک کنه. دیگه یه چیزایی وسطا گفتید. فیز نویز چیه؟ نه، سنسیتیویتی نیست. نویز کجا؟ نویز تولید کنه؟ بذار کجا تولید کنه؟ سیگنال به نویزی که شما داری میگی مال یه مدره بودی ورودی خروجی داشت دیگه. سیگنال به نویز خروجی به ورودی، ورودی به خروجی، نه این اون دامنم خیلی زیاده، اونقدر ناراحتم نویزا نیستم. اون که دو تا نقطه پایدار داشته باشه اون خب مشکله، اون یعنی که اوسیلاتور خوبی نیست که ممکنه بره فرکانس عوضی وایسه. اون که هیچ. چرا توانی که مصرف میکنه مهمه؟ یه دیگه هم بگید من بنویسم. توان مصرفی همه بلوکای من مهمه، چون تاش اینه که اون باتری که تو جیب شماست بعد همه اونا رو باید بهشون توان بده دیگه. نه
ربط داره. اون امپلیتیود اون سیگنال خروجیش این توان مصرفیشه. آمپلیفایر شما مثلا ممکنه توان مصرف بکنه هیچ خروجی هم نده. چیش کریستال؟ نه. چیز پسیو که سیگنال مدار پسیو که کریستال توش استفاده میشه. کریستال خالی نیست. دیگه یه چیزی داریم به اسم فیز نویز. اینجا نویز ندارم. اینجا چیزی دارم به اسم فیز نویز. این دوستتون یه چیزی گفت. نه. اون چیزی که اون گفت جالب تر بود. اون میدونه. چیزی که ایشون گفت جالب بود. که اونم اینه که این حالا خیلی هم ضربه نباشه تو حوزه فرکانس. چرا ممکنه خیلی ضربه نباشه؟ خروجی من سینوس اومگاتیه. خب پس من یه ضربه میبینم. اما ممکنه ضربه نباشه. چی شد پس؟ خروجی من این اسیلاتورهایی که من اینجا میبینم همشون اسیلاتور سینوسی هن. اسیلاتورهای سینوسی من همه تو خروجیشون سینوس اومگاتی رو شما بیایی سری فوریهش رو بنویسی یا تبدیل فوریه واسش بنویسی میشه دوتا ضربه توی جی اومگا و منفی جی اومگا. اما ممکنه که شکل موج خروجیم توی اسپکتروم نگاه میکنم یه دونه تون نباشه. چیه داستان؟ نه هارمونیکه. هارمونیکه قبلا دیدیم. هارمونیک خوبیش اینه که تو فرکانس دیگه است. مثلا هارمونیک این چیزی که من اینجا توی 100 مگاهرتز آمدم گذاشتم تو 200 و 300 و 400 و 500 مگاهرتزه. اگر یه سیگنال خیلی بزرگی تو 200 مگاهرتز داشته باشم که تو اون هارمونیکه که کوچیک ضرب بشه بیاد تو فرکانس پایین شاید اذیتم کنه. اما اگه قبلش آمده باشم کل اینو یه فیلتر کرده باشم که معمولا میکنم دیگه مهم نیست هارمونیک 200 و 300 و 400 مگاهرتز هم باشن، خیلی کار کسی رو اذیت نمی‌کنه بجز اینکه یه مقداری توان توشون میره، ممکنه یه ذره دامنه‌مو محدود بکنه ولی معمولا دامنه‌شون خیلی کوچیکه. اگر دامنه‌شون خیلی کوچیک باشه من خروجی رو که نگاه می‌کنم توصیف خروجی من تقریبا همون سینوس اومگاتیه. خب کوچ نویزش کجا میره؟ آره ببین داستان به این شکلی که این اومگاه خودش دقیق نیست. سینوس اومگاتیم همه جا سینوس اومگاتی، هر جا ببری نگاهش بکنی روی اسیلوسکوپی چیز نگاه بکنی یا سینوسی می‌بینی. سینوسیش هم خیلی ترتمیز و خوبه. چرا؟ چون هارمونیک دوم و سوم و چهارمش خیلی کوچیکن، 20 دی بی کوچیک‌ترن حداقل. اگر این هارمونیکای بعدی 100 200 برابر 100 برابر 20 دی بی میشه 100 برابر 30 دی بی میشه 1000 برابر 100 برابر 1000 برابر توانشون کوچیک‌تر باشه من نمی‌بینمشون. خب پس نیستن. تقریبا من همین سینوس اومگا تی میدم. اما این اومگا خیلی دقیق نیست. این اومگایی که خیلی دقیق نیست یعنی چی؟ یعنی که این فرکانس یکی نیست. یعنی اگه یه تعداد زیادی از سیکلاین رو من ببرم بیارم بندازم روی همدیگه اینا دقیقا روی همدیگه نمیافتن. بعضیاشون یه ذره فرکانسشون بیشتره، بعضیاشون یه ذره فرکانسشون کمتره. کوالیتی فاکتور یعنی که چقدر خوب من اینو میام فیلترش میکنم. اینایی که من میگم بعضیا فرکانسشون متفاوته خیلی اختلافا کمه. در حد اینه که مثلا روی اسیلاتور چه میدونم 100 مگاهرتزی ممکنه 1 هرتز 2 هرتز 10 هرتز جابجا بشه. در هر صورت تو اون میافتن سر اون پیک. یعنی همشون همین نقطن تقریبا. شما اونقدر رزولوشنی نداره که بتونی اینا رو تفکیک کنی. گینی که واسه همشون دارم یا فیلتری که رو اندازه گین فیلترم یا تضعیف فیلترم واسه همشون دقیقاً یکسانه یا خیلی کم فرق میکنه. اما این فرکانس دقیق نیستن. این فرکانس دقیق نیست چرا؟ به خاطر اینکه نویز دارم من اونجا. این نویزی که دارم بعضی اوقات باعث این میشه که جریانام تندتر برن، جریانام زیادتر شن. مثلا من اگه نویزم و یه منبع جریان مدل میکردم بعضی اوقات با جریانم جمع میشد، بعضی اوقات از جریانم کم میشد، مقدارش نمیدونستم. در اینکه در هر لحظه جریانم اون چیزی که من دلم میخواست نمیشد، اون چیزی که من دلم میخواست به اندازه نویز متفاوت در میامد. این باعث این میشه که من پریودم دقیقا اون شکلی که دلم میخواد نشه، طول پریودام یکی نشه. توی دیجیتال به این میگن جیتر. جیتر یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه تعداد زیادی کلاکو بیاری بندازی رو هم دیگه، وقتی نگاه میکنی این رایزینگ ایج و فالینگ ایج کلاکات همش رو هم نمیافتن. عوض اینکه شما شکل موجی که میای میبینی این شکلی باشه، اینجاها یه تعدادی خط میبینی که اگه مثلا چند هزار دفعه بیاین رو هم بیای بندازی یه ذره پهن میشه. این پهن شدن یعنی چی؟ یعنی دقیقاً اون لحظه‌ای که بعد میپرید بالا نپرید بالا.
چرا؟ به دلیلی که به دلیل نویز مثلا یه ذره تأخیر توش افتاده یا به دلیل نویز ذره زودتر این اتفاق افتاده. این پدیده آنالوگش میشه همین فیز نویزه که این سینوسیایی که من میام نگاه میکنم میام میندازمشون رو هم دیگه، همشون رو هم دیگه نمیافتن، بعضیاشون فرکانسشون بیشتره بعضیاشون فرکانسشون کمتره. همونطوری که من الان با دستم اگه بخوام سعی کنم اینجا یه دونه سینوسی بکشم، هزار دفعه هم بکشم رو هم دیگه نمیافته، یه تعداد زیادی میافته، تعداد زیادی خط میشه، توی این مدارم که داره میاد این پریودا رو درست میکنه نویز داره، یه مقداری اینا جابجا میشن، یه مقداری اندازه هاشون بوده کوچیک میشه. این مقدار خیلی کمه، در حد مثلا چند هرتز و چند کیلو هرتز و ایناست. معمولا مثلا یه اوسیلاتور خوب فیز نویزش مثلا توی آفست مثلا 10 کیلو هرتز و 100 کیلو هرتز که نگاه میکنید دیگه خیلی کم میشه. تو آفست 100 کیلو هرتز مثلا میبینی 100 دی بی از خود سیگنال کوچیکتره. 100 دی بی یعنی که چقدر؟ 10 به توان 10 برابر توانش کوچیکتره. پس خیلی تغییرات کمیه. اما اتفاقی که میفته نویز اینجا، من به عنوان اون نویزی که شما ازش صحبت میکنی که SNR داشته باشم اینا رو ندارم، چون دامنه سیگنال خروجیم چند ولته یا چند صد میلی ولته. توی چند صد میلی ولت حالا شما چه میدونم یه پیکو ولت هم یا مثلا یه نانو ولت هم نویز داشته باشی، کسی رو اذیت نمیکنه، کسی هم دنبالش نیست. اما اگه این فرکانس دقیق نباشه، من اینو که دارم میارم میندازمش توی فرکانسی که دلم میخواد، همیشه دقیقاً اونجایی که من میخوام نمیرسه. بعضی وقتا یه ذره تکون تکون میخوره، یه ذره جابجا میشه. به این میگن فیز نویز. چی؟ نه، نویز ترانزیستورمه، نویز المانایی که تو مدارم دارم. من الان اینجا میام یه مداری میذارم که این اسیلاتورمه دیگه. همه المانایی که تو مدار من هستن عین اون بخش آمپلیفایر که المانای من تک تکشون نویز میدن، حالا بجز لاستلسا. المانای لاستی و ترانزیستورام و اینا همه نویز دارن. اینجا من یه تعدادی منابع نویز دارم. این منابع نویز من اثرشون این میشه که فرکانس هم دقیق میشه. دو تا اثر دارن در واقع. یکی این میشه که فرکانس هم دقیق نمیشه، یکی میشه که دامنه هم دقیق نمیشه. اما دامنه 100 میلی ولتی من حالا یه نانو ولت بیشتر یه نانو ولت کمتر، خیلی دلواپسش نیستم، نه اصلا یه میلی ولت بیشتر یه میلی ولت کمتر. من اینجا گفتم دامنه خیلی تو کار من تأثیری نمیذاره، اما فرکانس اینجا اوسیلاتور من چیزیه که برای من مهمه که فرکانس هم درست بهم بده. دامنش انقدر مهم نیست. دیدید اگه دامنش هم تغییر بکنه چی میشه؟ آخرش اینه که بازم اینو میاره فرکانس پایین‌تر، حالا با یه ضریب یه ذره کوچیک‌تر بزرگتری. یه ضریبی اینجا میاد زرد میشه. یه ضریبی که خیلی نویز توش کم تاثیر داره. اوسیلاتور من یه مدار سیگنال بزرگه. یه مداریه که غیر خطی کار میکنه، سیگنالاش بزرگن، ترانزیستور تو نواحی مختلف کار میکنه توش. ترانزیستور هم بعضن ممکنه خاموش شه، روشن شه، اشتباه بره، همین اتفاقا واسش میفته. درش تغییرات ولتاژ هم زیاده. اینجا دلواپس اون چند پیکو ولت و نانو ولت نویز نیستم. حالا بستگی به این داره اون وقتی شما چقدر حساسی به این فرکانس. مثلا اگه شما داری رادیو گوش میکنی، یه کانال اینجاست، یه کانال یهو مثلا 10 مگاهرتز اون طرف تره، خیلی هم حساس نیستی. ولی اگر مثلا از اینجا داری یه دیتایی میفرستی، اون طرف داری این دیتا رو میگیری، تعداد زیادی کانال بغل هم دیگه چیدی، اینا یه ذره که جابجا بشن بعد اینا تداخل میاره، به هم میریزه، بستگی داره. یه وقتی شما یه سیگنالی داری که مثلا یه مدولاسیون ساده است، اینجا حالا میشه اون بحثی که من اول درس کردم که کامپلکسیتی بین ریسیور و ترانسمیتر دارم. اینجا مثلا شما که یه رادیو اف ام میخوای بیای بسازی، دلت میخواد که ریسیورات خیلی ارزون قیمت و ساده بشن. در نتیجه میای چیکار میکنی؟ میای پهنای باند حروم میکنی، یه باند میذاری یه باند خالی میذاری، میای فاصله ها رو زیاد میذاری، میای مدولاسیون آسون انجام میدی، میای سیگنالتو پهن میکنی، مدولاسیونشو بیشتر از پهنای باندی که لازم داره استفاده میکنی. همه این کارا رو میکنی که اون گیرنده‌ای که شما میخوای جیبت بذاری رو بتونی مثلا چه میدونم با 1 دلار بسازی یا با کمتر از 1 دلار بسازی. ولی یه جایی هستش که شما یه لینکایی داری که نه، میخوای یا دیتای زیاد جابجا بکنی یا همین که کامپلکسیتی دو طرف ممکنه بخوای تقسیم بکنی. چه میدونم شما یه مدولاسیون OFDM داری، حالا مدولاسیون OFDM نمیدونم چند تا تو میدونید یعنی چی، ولی یه مدولاسیون پیچیده دیجیتال داری. حالا اینکه مدولاسیون سخت‌تر میشه، این دیگه اون وقت حساس میشه به این یه ذره جابجایی. کانالات آوردی با فاصله های خیلی 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 کم چیدی، می‌خواستی از پهنای باندت استفاده بکنی. اون ریکوایرمنت فیز نویزی که یه رادیو اف ام داره با اون چیزی که مثلا گوشی جی اس ام شما داره اختلافش فاحشه. حالا این که یهو مثلا اختلافش مثلا 40 دی بی، شما مثلا با یه اوسیلاتور خیلی معمولی با فیز نویز بعدم میتونی رادیو اف ام رو بگیری با کیفیت خوب،
ولی وقتی میخوای که یه اوسیلاتوری داشته باشی که مثلا باش چه میدونم سیگنال موبایل نسل دوم بگیری، یه چیزیه نسل سوم و چهارم که میخوای بگیری اصلا فیز نویز اون سخت‌تر هم میشه باز مرحله به مرحله. هی این خواسته ها سخت‌تر میشه. هی بیشتر رو این حساب میکنم که سیگنالم دقیقاً بیاد پایین و دقیقاً بیاد بیفته اونجایی که من دلم میخواد. چرا دیگه؟ ببین اینا اون وقت سختیایی که هم من تو فرستنده هم تو گیرنده دارم. حالا اوسیلاتوری که من میام تو فرستنده میذارم ممکنه من بتونم 10 وات واسش توان تلف بکنم، میام یه اوسیلاتور خیلی خوب میذارم که فیز نویز خیلی کمی داشته باشه. باز دوباره اونی که شما میخواهید تو گوشت تو جیبت بذاری تو گوشیت داشته باشی، اون مجبور مصرف توانش کم باشه، فیز نویزش خیلی هم به خوبی اون فرستنده نیست. اونی که تو بی تی اس، اون چیزی که توی فرستنده که توی بی تی اس شما قرار گرفته اندازه گوشی موبایل شما داره کار میکنه، هیچ کار اضافه انجام نمیده، سیگنال شما رو میگیره، یه سری سیگنال شبیه هم واسه شما میفرسته. ولی اگه از پایین بی تی اس که رد میشی نگاه بکنی، یه جعبه گنده منبع تغذیه اون پایینش گذاشتن. هر کدومی که رد میشی میبینی یه جعبه مثلا یه متر در یه متر پایینش منبع تغذیه شه، اون منبع تغذیه و مدارا و چیزایی که بعد اون تو باشه، اون جعبه به اون گندگی همه کار فانکشنالیتی فانکشنش عین فانکشن گوشی شماست، هیچ کار اضافه انجام نمیده. حالا ممکنه به چند تا یوزر داره سرویس میده، اما قضیه سر اینه که به خاطر اینکه باز کامپلکسیتی اونجا زیادتره، به خاطر اینکه شما مصرف توان گوشی رو بتونم بکشم پایین، بتونم یه ذره ساده ترش بکنم، بتونم که مثلا فرض کن که یه ذره جمع و جور ترش بکنم، اونجا رو خیلی پیچیده تر میسازه تا اون چیزی که همراه شماست. چرا؟ ولی فیز نویز سرعت تغییراتش خیلی زیاده، پی ال ال من نمیتونه اونو دنبال بکنه. پی ال ال دارم، پی ال ال یه چیزیه که میاد دو تا اوسیلاتور رو به هم دیگه لاک میکنه، به هم دیگه قفل میکنه، اینا هم دیگه رو دنبال میکنن. اما سرعت تغییرات نویز هم زیاده و سرعت تغییرات نویز هم میتونه باعث تغییرات سریع هم بشه که اونا رو دیگه پی ال ال نمیتونه جبران کنه. پی ال ال اول کار میاد راه میفته، فرکانس فرستنده رو با گیرنده یکی میکنه، اما توی لحظه که من داره این نویز داره میاد، این طرف یه نویزی میاد و اون طرف یه نویزی که از هم مستقلن، دیگه اینا نمیتونه جبران بکنه. اون سرعت تغییراتش میتونه خیلی زیادتر باشه. اونی که من میگی پی ال ال میاد این کارو میکنه، وقتی از این کانال میپری به این کانال، میاد سعی میکنه که یواش 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 فرکانس شما رو از مثلا 90 مگاهرتز ببره رو 100 مگاهرتز، نه اینکه هولوش 100 مگاهرتز داره یه هرتز این ور اون ور میره بتونه جبرانش بکنه. همچین چیزی من ندارم. اگه پی ال ال انقدر سری بیام بذارم، اتفاقی که میفته اینه که احتمال ناپایدار شدن خودش وجود داره که بخواد انقدر با سرعت دنبال بکنه. خب پس این شد پارامترهای مهمی که من از این اوسیلاتور دارم. اینجا ما سعی میکنیم که فرکانس رو به دست بیاریم، توان مصرفی رو میتونید به دست بیارید، اندازه هارمونیکا رو میتونید به دست بیارید، تیونینگ رنج، خب اگر یه چیزی داشته باشم مثلا یه خازنم متغیر باشه میتونید بگید با تغییر اون چقدر فرکانس هم عوض میشه، میتونیم به دست بیاریم. بعدن توی بخش مودولاتور FM میبینیم که از همین اوسیلاتوری که فرکانسش عوض میشه من استفاده میکنم که یه مودولاتور FM بسازم، یه اوسیلاتوری میسازم که یه ولتاژی داره، اون ولتاژی که تغییر میدم فرکانسش عوض میشه، این میشه مودولاتور FM. مودولاتور FM و PM من دقیقاً همینن. همون پدیده‌ای که مودولاسیون FM و PM انجام میده، همون مکانیزمیه که نویز منو میاد میبره توی اوسیلاتور. دقیقاً مثل این میمونه که نویزم مودولاسیون FM شده، رفته سوار سیگنالم شده. خب فیز نویز رو خیلی واردش نمیشیم، در حد شما نیست. دامنه نوسان رو هم به دست میاریم ببینیم که چه جوریه. فیز نویز خودش یه بحث پیچیده‌ای داره، یعنی خودش شاید یه ترم پاره بخواییم بفهمید چی شد. تخت پاک کن میبینید چیه؟ حالا میبینید. خب سوال چیه؟ نه، برای اینکه من بخوام فیز نویز رو بیام ببینم، عوض اینکه من بیام اسپکتروم سیگنال رو ببینم، میام یه چیزی میبینم به اسم پاور اسپکترال دنسیتی، که این پاور اسپکترال دنسیتی معادل این تغییرات حوزه زمان اینه که آمده رفته تو حوزه فرکانس. بعد میام میگم فرکانس این همیشه یه دونه ضربه نیست، جابجا میشه. بعد میام پاور اسپکترال دنسیتی اینو میکشم، آره پاور اسپکترال دنسیتی حوزه زمانش میشه اتوکورلیشنش.
اتوکورلیشن، کورلیشن بین دو تا دونه سیکلی که دارم، این سیکلم با اون سیکلم چقدر شبیه به هم دیگه است. خب اما حالا اسیلاتور چیه؟ چجوری من میتونم بیام یه اسیلاتور بسازم؟ بیا ببینیم اول اسیلاتور چه شکلیه، چی میتونم بسازم، چیکارش میتونم بکنم. برای اینکه من یه اسیلاتور بسازم حتما فیدبک میخوام. چرا؟ سوال فلسفیه. حالا چرا میخوایم؟ نمیشه یه مکانیزم دیگه ای باشه که نوسان کنه؟ نه من دارم پسیو میزنم. هیچ کدومش جواب قانع کننده ای نیست. همه اسیلاتورایی که هستن فیدبک دارن ولی جوابش جواب قانع کننده ای نیست. فکر کنید ببینید یه اسیلاتور چرا خب چرا یه مدار پایدار نمیتونه، یه مدار یه طرفه نمیتونه ناپایدار شه؟ نه اصلا حالا بحث تیونبلیتی رو بذار. اصلا کریستال فعلا استفاده نمی‌کنیم. کریستال بحث آخر درسه. به هر حال یه موجودی هست که فیدبک نداره، نوسان هم نمی‌کنه. هست؟ نیست. من یه اچ جی امگایی می‌خوام که این اچ جی امگایی که من دارم بیاد ضرب بشه توی ورودی صفری یه خروجی غیر صفر بهم بده. این HJ اومگای من تنها راهی که بتونه توی صفر ضرب شه غیر صفر جواب بده اینه که بی نهایت باشه. بعد بیام به نحوی HJ اومگای بی نهایت به دست بیارم. اگه بتونم یه HJ اومگای بی نهایت به دست بیارم هیچ کدوم از اون مداره فید فوروارد من، اونایی که فقط یه تقویت کنندن، نمیتونم. اگه تقویت کننده باشه اینه بی نهایت داشته باشم شاید بتونم واقعا این کارو بکنم. خب ولی ندارم دیگه، به هر حال یه محدودیت اینجا وجود داره. هیچ وقت نمیتونم من همچین وضعیتی داشته باشم. خب آره معمولا چیزی که من میخوام بیام بسازم به عنوان اسیلاتور، حالا اگه از LC بخوای شروع بکنی، که من LC رو که میام برمیدارم، LC من مثل یه نوسانساز میمونه، یه نوسانسی مثل یه نوسانگر میمونه که این نوسانگر من یه مقداری تلفات داره، مثل اون پاندوله بود که تکونش میامدیم میدادیم. شما یه پاندوله برداری تکونش بدی قاعدتا اگر پاندوله ایدئال باشه بعد تا ابد بره و برگرده، اما پاندول من واقعا این اتفاق واسش نمیافته، میره و برمیگرده یواش یواش به دلیل استکاک و به دلایل دیگه تضعیف میشه دامنش، کمتر و کمتر و کمتر میشه تا وایسه. پس یه دمپینگی داره. حالا من باید بیام این دمپینگ اینو جبران بکنم. برای جبران کردن دمپینگ این احتیاج، حالا حرف جورای مختلفی بچه ها گفتن، احتیاج به مقاومت منفی دارم. مقاومت منفی رو یکی از راهایی که بسازم اینه که یه دونه مداری داشته باشم با فیدبک مثبت. مداری که فیدبک مثبت داشته باشه میتونم ازش مقاومت منفی بسازم. مقاومت منفی رو بیارم بچسبونم به اون اسیلاتور شما، به اون نوسانگر شما که تلفات داره، تلفات اون رو جبران کنم این تا ابد بره و برگرده. اون پاندوله رو من میتونستم بیام هر چند وقت یه بار یه انرژی اضافه از بیرون بهش تزریق بکنم تا ابد میرفت و برمیگشت دیگه، هیچ وقت وای نمیستاد. استکاکش بیام جبران میکنم. اینجا هم همین کارو میکنم، یه مداری دارم اون مدار رو میام تلفاتش رو جبران میکنم. حالا هر سیکل یا هر چند سیکل یه بار میام انرژی بهش میدم، انرژی رو که تلف شده توش، که اون انرژی که تون RLC بوده میام جبران میکنم تا اینکه بیاد برگرده. حالا چرا حتما LC من R داره؟ چون الوسیم ذخیره کننده انرژی هستن، اما انرژی ذخیره که میکنن یه مقدارش هم تلف میکنن. جلسه پیش گفتیم که یه کیو بی نهایتی ندارن. خب این یه جور نگاه کردن به قضیه است. یه جور نگاه کردن دیگه به قضیه هم اینه که تاب تبدیلی بیام نگاه کنم، بیام بگم یه ورودی دارم، این ورودی باید ضرب بشه در یه خوردری تاب تبدیلی بشه خروجیم. اگر ورودیم صفره اسیلاتورم قرار شد مدار اتونوموس باشه، مدار باشه که ورودی بهش ندم.
ورودی صفره. شما یه دونه سیگنال جنراتور هم که میری تو آزمایشگاه نگاه میکنی فقط یه نسیم برق رفته توش، هیچ ورودی سینوسی کسی اون تو نداده، ولی خروجی سینوسی ازش میاد بیرون. پس ورودی صفره، پس ورودی وقتی صفره یا ورودی سیگنالی نداره، یه ورودی تغذیه داره فقط. ورودی سیگنال ندارم، میخوام خروجی سیگنال بگیرم، راهش اینه که یه اچ داشته باشم که اچ هم بی‌نهایت باشه. برای اینکه این کارو بکنم، این یکی از راه‌ها اینه که بیام یه دونه مداری داشته باشم که فیدبک داره. یه A اینجا داشته باشم، این A رو بیام با یه فیدبکی برگردونمش به ورودی. حالا جورای دیگه هم میشه اینا تحلیل کرد که اول سیگنالم کوچیکه بعدم بعد بزرگ شه، ولی اینا دیگه مکانیزمای بعدی اوسیلاتور، اون حرفی که شما زدید هیچ کدوم غلط نیست، ولی اینا چیزایی که بعدن توی اوسیلاتور واقعی اتفاق میفته. اینجا هم یه دونه اچ امگایی دارم، اگر که بیام این اسمشو بذارم اینجا، بیام یه کای در این ضرب بکنم، یه بسپر اسم بذارم کا در آی امگا، اینجا هستش وی او امگا، اینجا هستش وی آی امگا. رابطه خروجی رو بیام بنویسم، وی او امگا مساوی میشه با چی؟ کی در آ در چی؟ وی آی امگا به اضافه کی در آ در H در این وی آی اومگا در وی آی اومگا. داره بیام یه ذره سادش بکنم، وی آی اومگا مساوی میشه با کا در آ اومگا تقسیم بر چی؟ یک منهای کا آ اومگا H اومگا در وی آی اومگا. اینا رو بعضیاشو من اومگا واسهش نوشتم، بعضیا رو ننوشتم. آی اومگا مقدار رفتار فرکانسی این تقویت کنندمه، کا حالا گینشه، گین فرکانس پایینشه. اچ اومگا هم تبدیلیه که این مداری که از خروجی به ورودی میاد، مدار فیدبک هم اصطلاحا هم چیزی که از خروجی به ورودی میاد. خب این اگه بیام نگاه بکنم، اینجا میتونم بیام یه شرطی بنویسم، بیام شرط کنم که این مخرج صفر بشه. اگر شرط کنم که مخرج صفر میشه، اون وقت میتونم با وی آی صفر وی او غیر صفر بگیرم. پس اگر بخوام که وی او اومگا مخالف صفر باشه و وی آی اومگا مساوی با صفر باشه، از اینجا میرسم به شرط، یه شرطی هست بهش میگیم شرط بارکازن. شرط بارکازن میگه که این لوپ گین من کا در آی اومگا در اچ اومگا مساوی با یک بشه. حالا اینجا من فرض کردم که البته این دوتا جفتشون علامتشون مثبت، اگر فرض کرده بودم منفی بود بعد منفی یک میشد. پس بایستی داشته باشم که کا در آی اومگا در اچ اومگا مساوی بشه با یک. اگه همچین وضعیت و شرایطی داشته باشم، تا به تبدیل کلی مقدارش میشه بی نهایت، ورودی صفر دارم، خروجی غیر صفر میگیرم. به این چیزی که من اینجا نوشتم میگن چی؟ میگن شرط بارکازن، ولی یه چیز دیگه هم میگن بهش. به این چیزی که من اینجا نوشتم میگن شرط نوسان. این شرط نوسان هر اسیلاتوریه، برای هر اسیلاتوری که به من میدن از این به بعد میام این شرط نوسانو مینویسم، میام از یه نقطه تو شروع میکنم، میچرخم میرم تا خروجی، از خروجی دوباره برمیگردم میام تا ورودی. این میشه حلقم، میشه لوپم، میشه این چیزی که اینجا سیگنال داره میچرخه. این سیگنال اینجا وجود نداره، این یه حلقه ای داره که سیگنال توی این میچرخه. سیگنال که توی این میچرخه، اگر من در وضعیت اسیلیشن پایدار باشم، بایستی که سیگنالی از اینجا بیاد اینجا، از اینجا بیاد اینجا، دوباره همونقدر باشه، مقدارش عوض نشده باشه. برای استارت اوسیلیشن نه، سیگنالم از اینجا که میاد اینجا باید بزرگ شه، از اینجا که میاد اینجا اونقدر تضعیف نشه که تشدیدش نکنه، تشدیدش بکنه، هی بیاد تشدیدش بکنه، تشدیدش بکنه، تشدیدش بکنه، تا برسم به نقطه یه نوسان پایدار. شرط نوسانم در زمان نوسان پایدار برقراره. صفر و قطبی بخوام بیام بهش نگاه بکنم چه شکلیه؟ معمولا مدار من دو تا دونه، دلم میخواد که دو تا دونه قطب داشته باشه. کجا اگه اوسیلاتور باشه؟
روی محور جی اومگا. پس اتفاقی که میفته اینه که مثلا اگه یه مداری دارم که دو تا قطب داره اینجاها، کاری که میکنم اینه که با این کاهه که اومدم اینجا گذاشتم، میام اینا رو جابجا میکنم، میام اینا به سمت هم حرکت میکردن، بعد میامدن اینجا، مثلا فرض کن که اینجوری میچرخیدن میامدن این طرف دیگه، بیام اینا رو اینجوری بچرخونمشون بیارمشون این طرف. اما در عمل توی اوسیلاتور واقعی من به اینکه اینا بیان رو محور جی اومگا کفایت نمیکنم. معمولا در وضعیت اسمال سیگنال قطبامو میارم این طرف، دو تا قطبام میارم این طرف، این طرف که بیارم حالا دارم ای به قوه آ، یه ای به قوه آتی دارم که داره میاد ضرب میشه. یعنی برخلاف عوض اینکه سیگنالم همگرا باشه و دمپ باشه، سیگنالم واگراست، سیگنالم بزرگ میشه. اوسیلاتورم کلا این شکلی کار میکنه. قطبام که اومدن این طرف صفحه، حالا با هر تحریکی با هر نویزی مدار شروع میکنه به ناپایدار شدن، مدارم ناپایدار میشه. این ناپایداری توی مدارم باعث میشه یواش یواش که چی بشه؟ دامنم زیاد میشه. دامنه که زیاد میشه، یواش یواش مدارم شروع میکنه به اشباه شدن. اشباه شدن هم باعث این میشه که گینم بیفته. وقتی گینم افتاد، قطبام میان رو محور جی اومگا. به دلیل گین زیاد اینا رفتن این طرف دیگه. وقتی گینم بیفته، اینا حرکت میکنن برمیگردن سر جای خودشون. وقتی اینجا قرار گرفتن، یه نوسان پایدار دارن. وقتی افتادن روی این نقطه، اون نقطه ای که این شرط بارکازن هم برقراره. نه دیگه، فیکس میشن اونجا. وقتی دامنه فیکس بشه، اونا هم فیکس میشن. اولی که داره راه میافته دامنه کوچیکه. دامنه که کوچیکه، گین هم زیاده. پس اینجا اسمال سیگنال، گین اسمال سیگنال هم همیشه بزرگتره. یواش یواش تقویت کنندم به سمت اشباه شدن میره. تقویت کنندم که به سمت اشباه شدن میره، گینش میفته. گینش که میفته اینجا که رسید، دیگه گینش نمیفته، دیگه گینش پایینتر نمیاد. چون اگه گینش بیاد پایینتر، شروع میکنه دمپ شدن. به معنی اینکه گینش بیاد پایینتر، دامنه شروع میکنه افتادن، دوباره گینش زیاد میشه. در نتیجه واقعیتش اینه توی این نقطه میمونه. حالا اگه بخوای خیلی میکروسکوپیک نگاه کنی، شاید در لحظه اینور اونور جابجا شه. اون جابجا شدن هم یه جورایی اون پدیده‌ای که باعث میشه که فرکانس هم عوض شه، همون شبیه فیز نویز است. وقتی این جابجا میشه، مقدار اومگاش هم یه ذره ممکنه عوض شه. این جابجا شدن یه ذره اومگا رو عوض میکنه و این باعث میشه که یه ذره فرکانس هم عوض شه. ولی در به صورت از ماکروسکوپی که بهش نگاه میکنم، نه، قطبم رو محور میمونه. خب حالا بیا بریم دنبال یه چند تا مداری که این کار رو انجام میده. نمودار صفر و قطب هم ندیگه، بعد کل قطبای حلقه ما بیام ببینم دیگه. بعد کل قطبای حلقه ما بیام ببینم. چیزی که اینجا متغیره کاس. کل حالا میتونی یکی از اینا رو بدون قطب، بدون صفر و قطب، یا بدون رفتار فرکانسی به هر چیز کنی. صفر و قطب رو همه رو تو یکی ببینی. یه کای من اینجا دارم. شما اون چیزی که تو اگر تو کنترل میدیدید، اینو کا میذاشتن، همه اومگا رو میذاشتن این تو. فرقی نمیکنه واسه لوپ گینم، چون من اینجا چیزی ندارم، یه حلقه بیشتر ندارم. ورودی رو هم که حذف کردیم مثلا. خب حالا باز با این یه مقداری کار داریم، میبینیدش باز یه چند بار دیگه. ولی مکانیزم کلی این شکلیه که من مداری دارم که دو تا قطب داره. مدار فید فوروارد من هیچ وقت ناپایدار نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه قطباش همه این طرف صفن. هیچ وقت قطب رو محور جی اومگا به این راحتی نمیتونم درست بکنم. اگه بتونم رو محور جی اومگا هم درست بکنم، مثل اون LC که شما میگی، قطبش نزدیک محور جی اومگا است، اما با سمت چپ صفحه است. چرا؟ چون آر داره، دمپینگ داره. پس هیچ وقت من نمیتونم چیزی سمت راست صفحه داشته باشم از خود مدار تا وقتی فیدبک نذارم. فیدبک که میام میذارم، میام به نحوی صفر قطبمو میبرم یه جایی که خودشون نبودن، جابجاشون میکنم. حالا الان این مدار یه مداریه که فوتش کنی حالاش خراب میشه، به هم میریزه. حالا این مدار یه مداری که میتونم به عنوان یه مدار آن استیبل، به عنوان یه مدار اوسیلاتور ازش استفاده بکنم. حالا با یه نویز کوچیکی، با یه دیستربنس کوچیکی، با همین که شما منبع تغذیه رو روشن میکنی، کلیدش رو روشن میکنی، همون ضربه‌ای که اون یه لحظه میاد روشن خاموش میشه، همون اون باعث این میشه که این شروع کنه به نوسان کردن. حالا اون اگه داشته باشم، بعد بیام مدارایی رو انتخاب بکنم که من اگه بیشتر از دو تا قطب داشتم، من ممکن بود تو روت لوکاس هم قطبام بیام بیافتن این طرف، فرقی نمیکنه. حالا اگه دو تا قطب داشتم اینجا یه دایره میشد، اگه چه میدونم سه تا قطب داشتم سهمی میشد، این شکلای دیگه هم داشتم، بالاخره قطبام سمت راست میرفتن. هر مداری که داشته باشم، باید بیام به نحوی واسش فیدبک ببندم که این پدیده واسش اتفاق بیفته.
اگه حالا به جزئی زوج، اون سوال بهترین بود که بگی اگه به جای به جزئی زوج قطب که اومدن این طرف، دو تا زوج قطب میومدن این طرف، اون میشه اون مداری که دوستتون میگه که ممکنه دو تا فرکانس رزونانس داشته باشه، بعضی اوقات بره بیفته رو این، بعضی اوقات بره بیفته رو اون یکی. معمولا اونها مداره خیلی خوشایند نیستن. من اینجا یه اسیلاتور سینوسی میخوام، یه سیگنال سینوسی ترتمیز میخوام که بیام ببرم تو میکسرم ضربش کنم. معمولا این شکلی بود دیگه، این دوتا میامدن به سمت هم، اون یکی یا میرفت به سمت بی نهایت یا میرفت به سمت صفر تو مبدأ. حالا بستگی به این داشت که صفر قطب هم کجا بودن دیگه. اون یکی نه اون میره به سمت صفر منبع، اون کار اگه بره به اون سمت که خوبه، اون کاری به کار کسی نداره، قطب میشه قطب غیر غالب. تو این فرکانسی که اینا هستن اصلا دیده نمیشه. نه اونا معمولا مشکل ایجاد نمیکنن. همین که من یه جا خود داشته باشم اینجا کفایت میکنه. حالا بعد ببینم، بعد تا به تبدیلام ببینم چه شکلیه دیگه. معمولا میام، معمولا مدارکی که انتخاب میکنیم تعدادشون خیلی محدوده. درسته شما اگه یه تعدادی مثلا 10 تا اسیلاتور دیده باشی تقریبا همه اسیلاتورا رو دیدی. خیلی کار خاصی نمیشه کرد. اسیلاتورایی که هستن سعی میکنن که یه ذره بهترشون بکنن، سعی میکنن که ایمپروفشون بکنن، اما تعدادشون محدوده. تعدادشون به همون نسبتی محدوده که توپولوژی های تقویت کننده شما محدود بود. شما یا کامان امیتر داشتی یا کامان کلکتور داشتی یا کامان بیس یا کامان گیت داشتی یا کامان درین داشتی یا کامان سورس، اینا سه تا توپولوژی محدود بودن دیگه. اینجا ممنی اسیلاتورای منم همینن. تو اسیلاتورم هم یه ترانزیستور دارم، اون یه ترانزیستورم تو یکی از این توپولوژی ها میشه تقویت کننده، یه مدار فیدبک پسیوی هم میام میذارم که باعث این بشه که سیگنالم یه مقدارش برگرده تو ورودی. تعداد ترانزیستورامو دلم نمیخواد زیاد بکنم. چرا؟ گرونه. هر ترانزیستوری توان مصرفی داره، بعد بایاسش بکنم. هر ترانزیستوری نویز درست میکنه، بعد باز اون خودش یه دردسریه. تعداد صفر قطبام زیاد میشه. درنچه اینا رو به این دلایل نمیخوام این کارو بکنم. خب اگه من بیام یه مدار تیپیکال بکشم، یه مدار خیلی 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 تیپیکال، این مطالبی که من دارم به شما میگم امروزیا توی فصل 8 کتاب پوزاره. از جلسه آینده میریم فصل 2 کتاب دکتر فرزانه. اسیلاتور رو فصل بعد از آمپلیفایر دیگه نمیدونم. اینا اون تو هم هست، اون تو هم شبیهش هست. اینا رو من این تیکر دیگه دارم از رو پوزار میگم، ولی تیکری که توی کتاب دکتر فرزانه هم هستش نتیجه شون یکی میشه، جفتشون آخرش میرسه به اسیلاتور کولپیتس. خب من به طور کلی یه تقویت کننده و یه شبکه‌ای که میاد اینجا میاد و برام به عنوان شبکه این شبکه‌ای که به عنوان فیدبک هم میاد استفاده میشه، میام شکل کلی براش میکشم، یه شکل کلی براش میکشم، میام آنالیزش میکنم، بعدم میام نگاه میکنم میبینی توش میتونم تو این شکل کلی من بیام یه دونه کامان امیتر، کامان کلکتور، کامان سورس، کامان درین اینا رو بیام جا بدم جای آمپلیفایرم. شکل کلی تقویت کننده من چه شکلی بود؟ شکل کلی تقویت کننده من این بود که یه دونه مقاومت ورودی داشت. تقویت کننده من چه شکلی بود؟ تقویت کننده هم تقریبا همشون این شکلی بودن که یه دونه مقاومت ورودی داشتن. اون طرفشون چی بود؟ مدل ترانزیستور، آره یه منبع کنترل شونده داشتم، معمولا هم منبع جریان بود. یه منبع جریانی داشتم که این منبع جریان مقدارش بود جی ام در، اگه اینجا رسم میشه بذارم وی یک، اینجا رسم میشه بذارم وی دو، در وی یک منهای وی دو. یه منبع جریانی داشتم، معمولا تقویت کننده مقاومت خروجی هم داشت، حالا مقاومت لود بود، مقاومت خروجی خود ترانزیستور بود، یه مقاومت خروجی هم اینجا داشت که این مقاومت خروجی هم اینجا میاد بر نظر میسازیم، بزنیم جی صفر یا جی او. اینجا اگه اسمشو بذارم وی چهار. خب حالا از اون خروجیه من میخوام یه مقداری رو بیارم ببرمش تو ورودی. یه این تیکه پایینم داشتم دیگه، این تیکه پایینم معمولا حالا فرقی نمیکنه، شبیه به سورس ترانزیستور یا امیتر ترانزیستور یا اینا بود دیگه. اینجا همیشه یا امیتر بود یا سورس بود، اینجا چی بود؟ اینجا کلکتور یا درینه، این طرف هم میشد چی؟ این طرف هم میشد بیس هم یا گیت هم.
این شکل کلی تقویت کننده هم بود. حالا بعد این طرف میام یه مجموعه میذارم که این مجموعه تقریبا شبیه به فیدبک عمل کنه. یه تقسیمی میام میذارم، یه تقسیم ولتاژ میام میذارم که این تقسیم ولتاژ، یه ولتاژی که من اینجا دارم رو یه نسبتش رو ببره تو ورودی تقویت کننده. اینجا نسبتش رو میذارم V3. Y1 و Y2 تقریبا همه توپولوژی که شما دارید با همین شکل میشه آنالیزشون کرد. حالا میبینید چه جوری میشه. اگر یه دونه کامان سورس داشته باشم یا کامان گیت داشته باشم، اینجا رو به زمین وصل میکردم دیگه، نه؟ اگر بخوام یه دونه کامان بیس یا کامان گیت یا کامان کلکتور یا کامان درین داشته باشم چیکار میکنم؟ اینجا رو زمین میکردم دیگه، اینجا رو زمین میکردم، اینجا رو هم زمین میکردم. حالا بستگی به اینکه کدومی کشو میخوام داشته باشم. کامان کلکتور داشتم، اینجا رو زمین میکردم. کامان درین داشتم، اینجا رو زمین میکردم. کامان بیس یا کامان گیت داشتم، اینجا رو زمین میکردم. این تیکم پس میشه آمپلیفایرم، این تیکم میشه اون تقسیمی که میاد انجام میده. حالا این طرف ویسر رو من میتونم به جای مختلف ببندم. مثلا اگه ویسر رو بیام ببندم به اینجا، مثل اینمونه که از درین سیگنالی رو فیدبک کردم آوردم تو ورودی. بگو سوالتو. این مدار من از اینجا تا اینجا چه تقویت کننده هست یا نیست؟ آره. حالا این طرفش هم یه شبکه پسیوه که یه فیدبکی برای من انجام میده. من اینجا دو تا چیز میخواستم، یه تقویت کننده، یه مداری که فیدبک بهم بده. حالا این مداری که فیدبک بهم بده، من نگفتم که اونا مقاومتن، سلفن، خازنن، چی هن، یه چیز کلی کشیدم. کلن از این ولتاژ V3 که حالا خودش میتونه یکی از ولتاژهای دیگه یه مدار باشه، یه نسبتش میاد تو ورودی. این چیزی که میاد تو ورودی تقویت میشه، میره تو خروجی. اینو میگی؟ این خب V3 خودش یه تقسیمی داره به من میده، خودش ممکنه یه لودینگ اضافه هم داشته باشه. اینو لازم دارم، حالا میبینی چرا. این اگه نباشه نمیتونم این کارو بکنم. من اینو احتیاج دارم به خاطر اینکه معمولا این شبکه تقسیمم، مثلا یه شبکه‌ای که از دو تا خازن ساخته شده، احتیاج دارم یه سلفی بیاد اینا رو واسه رزونانسشون، یا از دو تا خازن، از دو تا سلف ساخته شده یه خازنی میخوام واسه رزونانسشون. اونو بعداً میبینیم که کجا احتیاجم، احتیاجش دارم اینو، نمیتونم حذفش بکنم، بدون اون نمیشه. خب برای این مدار کلی که من دارم، من میتونم بیام یه دونه ماتریس ورودی خروجی بنویسم. چی؟ توی تئوری فس تئوری فیدبک مدل نکردم. من اینجا دلم میخواد که یه مداری رو نهایتاً میخوام این مداری رو آنالیز بکنم که ناپایداره، ورودی هم صفره، ورودی هم ندارم، ورودی رو هم میخوام از بین ببرم. یه ذره دیدم به قضیه فرق میکنه با اون چیزی که میخوام. من اینجا بیشتر دنبال اینم که یه حلقه پیدا کنم، لوپ گین رو بنویسم، بیام اون شرط بارکازن رو توش ست بدم، ببینم که کجا اون شرط برقرار میشه، آیا برقرار میشود یا نمیشود. اگه یه جایی توی وضعیت و شرایطی برقرار بشه، اون وقت میگم که یه اسیلاتور دارم یا با این شرطی اسیلاتور دارم. دنبال اون چیزایی که شما تو فیدبک دنبال میگشتی که لوپ گین رو حساب کنی، مقاومت ورودی و خروجی و گین و اینا رو میخواستی. من اونارو هیچ کدومو نمیخوام دیگه، برام مهم نیست خیلی. بعدم این دید یه دیده یه مقدار ریاضی ماکروویوی تره تا اینکه اون دیدی که شما ها میخوای مداری بهش نگاه بکنی، الکترونیکی بهش نگاه بکنی. واسه اون مداری که اونجا هست، من میتونم بیام یه رابطه بین ورودی خروجیش بنویسم. V1 و V2 و V3 و V4 بگیرم ورودیام، یه سری کیبل KCL میتونم بنویسم دیگه واسش دیگه، نه اینا رو میتونم بیام بنویسم همه رو. اگه همه رو بیام بنویسم به یه همچین ماتریسی میرسم. خب هیچ کدومشون نمی نویسه. این ماجیکایی که این پایین دارم که فکر کنم که
اوضاعشون بدتر چیه؟ آره آه خیلی هم حساب کتاب نداره این بد نیست. خب این میشه وای یک به اضافه وای سه به اضافه جی آی منهای وای منهای جی منهای وای یک منهای جی آی منهای وای سه و صفر. دارم یه ماتریسی می نویسم که این ماتریس رو بیارم ضربش بکنم در وی یک وی دو وی سه وی چهار. این طرفش باید چقدر باشه؟ چرا صفر؟ چیه؟ ندارم دیگه، هیچ ورودی ندارم، هیچ منبع مستقلی ندارم، اون طرفش میشه صفر. این طرف میشد منابع، دیگه این منابع میخوام بیام نذارم، هیچ منبعی بهش ندارم، هیچ منبع سیگنالی ندارم من. مدارم این مدار اتونوموس نبود، اینجا من یه سری تحریک داشتم دیگه، تحریکام صفره. این میشه منهای وای یک منهای جی آی منهای جی ام وای یک به اضافه وای دو به اضافه جی آی به اضافه جی او به اضافه جی ام منهای وای دو منهای جی صفر. دارم KCL می نویسم. آره دارم یه KCL KCL تو تک تک نودا می نویسم، فقط عوض این که بیام چهار تا KCL جدا جدا بنویسم دارم میارمشون توی ماتریس. این رابطه کی برقراره؟ کی این ماتریس ضرب در این برداری که من اینجا دارم مساوی با صفر میشه؟ چی؟ این یا صفر میشه وقتی که این همه وی یک و وی دو و وی سه و وی چهار صفر باشن، یا صفر میشه وقتی دترمینان این چه؟ دترمینان این صفر باشه و این غیر صفر باشه. اگر این غیر صفر باشه وی یک و وی دو وی سه وی چهار من غیر صفر باشن، تنها راهی که این صفر میشه اینه که دترمینان این صفر بشه. پس برای هر کدوم از این مدارا که من اومدم نوشتم، کاری که میام انجام میدم اینه که میام دترمینان اینو مساوی با صفر قرار میدم، از اونجا همون شرط نوسانه رو به دست میارم. وقتی دترمینان این صفر میشه یعنی اینکه من اینجا یه جواب غیر صفری دارم میگیرم از مداری که هیچ تحریکی نداره. مدارم یه مدار اتونوموسه، پس به شرط آنکه اون دترمینان و ماتریس صفر بشه. حالا بیام یکی یکی اون توپولوژیایی رو که قبلا دیده بودید و ببینیم که هر کدومشو بخوام بیام بذارم چه شکلی میشه. بله چی؟ برای اینکه من بخوام یه بویه این ماتریس ضرب در این بردار بشه این ور صفر بشه، یا باید همه اینا صفر باشن؟ این که یه جوابه، این جواب مدار پایداره. جواب مدار پایدار اون است که این ماتریس یه ماتریسیه که مقدار معمولی داره، اینا همه وقتی ورودی رو صفر میکنی همه چی صفر میشه، خروجی هم صفر. خب تحریک صفره، همه چی صفر میشه. اما یه مدار ناپایدار تحریک صفره اما اینا غیر صفرن. شرط این که اینا غیر صفر بشن چیه؟ اینه که این دترمینانه غیر صفر بشه، دترمینان این صفر بشه. معمولا چیزهای دیگه ای هست که میاد شرایط رو ست میکنه، مثل همون نسبت به نسبتی که من بیام تابع تبدیلم که بی نهایت میشم، بی نهایت ضرب در صرف نامعلومه. چی میاد معلومش میکنه؟ معمولا اتفاقات دیگه، معمولا همون بحثی که من کردم. اول مدارم واقعا تو اون وضعیت نیست، اول مدارم توی وضعیت دیگه ایه، توی حالت استیدی استیت میاد تو اون وضعیت میمونه. این چیزی که از وضعیت ناپایدار به حالت استدی استیت نسبتاً پایدار یا قطبمو میاره روی محور جی امگا نگه میداره، اون پدیده است که تعیین میکنه کجا وایسم. من فعلا دنبال اینم که شرط نوسانه رو به دست بیارم. حالا اینکه چه جوری کدوم یکی جواب مسئله است یا جواب مسئله چی میشه رو بعداً میریم دنبالش میگردیم پیداش میکنیم.
نداره. خب بعد این دی ام هم مثلا متوارد هم نیست. خب نیست. وی یک منهای وی دو ضرب در جی آی، وی یک منهای وی دو ضرب در وای یک، وی یک منهای وی سه ضرب در وای سه. میشه که ای سی ال آی اینجا مساوی صفر. اینجا من می نویسم مساوی صفر، اینجا من می نویسم مساوی صفر. مشکلش چیه؟ هر کدوم میخوایم میتونیم چک کنیم دیگه. الان مثلا چه میدونم این وی آخر، این مثلا این آخری از همه راحت تره، هستش جی ام ضرب در وی یک، جی ام ضرب در وی یک احتمالاً اینجا میشه جی ام ضرب در وی یک منهای جی ام ضرب در وی دو به اضافه وی چهار منهای وی دو ضرب در جی صفر. خب حالا میکنیم، صبر کنید. این ماتریس کلیه که من واسه این به دست آوردم. حالا میام واسه توپولوژی های مختلف تعیین میکنم. اولین توپولوژی که دارم اینه که بیام یه دونه کامان امیتر داشته باشم. توی یه دونه کامان امیتر اگه بیام داشته باشم، بیام ببینم چه اتفاقی میافته. توی توپولوژی کامان امیتر بیام داشته باشم، وقتی میخواد یه دونه تقویت کننده کامان امیتر باشه، یعنی اینکه وی دو باید زمین باشه. قبوله؟ اینجا امیتر بود دیگه، وی دو رو مساوی با صفر قرار بگیرم. اگر وی دو رو مساوی با صفر قرار بدم، از طرفی وی سه رو مساوی با وی چهار قرار بدم، اینو مساوی با وی، اسمش میذارم وی، جی صفرم بگیرم صفر. جی صفر رو میگرفتم صفر، یعنی چی کار کرده بودم؟ از اثر ارلی صرف نظر کرده بودم، آر او رو بی نهایت گرفته بودم. خب وی سه رو آمدم بستم به وی چهار، وی سه رو که میام میبندم به وی چهار، این چیزی که اینجا به آیستس مثل چی میشه؟ میشه مثل لود. نه ببخشید، وایدوم میشه لود. وایدوم یه طرفش زمینه، یه طرفش هم به خروجی بست شده، میشه لودم. این آمدم صفرش کردم. خروجی وی سه رو بستم به وی چهار دیگه، این میشه لود، چون این ورش زمینه، اون ورش هم به خروجی بست شده دیگه. این میشه لود. حالا اینجا نگاه کن شما که سوال میکردی، الان اینجا تقسیم ولتاژ هم بین وای 3 و وای 1ه. ورودی تقویت کننده کجاست؟ توی کامان امیتر بیسشه. بیس هم چیه؟ بیس هم مقدارش میشه خروجی تقسیم، یه تقسیم ولتاژ بین وای 1 و وای 3 شده، وای 2 شده لود. جور دیگه میبستم تقسیم ولتاژ هم جور دیگه میشه. حالا یک دو توپولوژی رو باهاش میبینیم، این جواب میده با منزه جالب. حالا من اینجا کاری که باید بیان بکنم، اگه این دو تا شرط بذارم، این ماتریس هم عوض ماتریس 4 در 4 میشه ماتریس 2 در 2. خب بیام ماتریس 2 در 2 که اینجا دارم رو ببینم. میتونستم از اول بیام ماتریس رو واسه کامان امیتر بنویسم، میشه وای 1 به اضافه وای 3 به اضافه جی آی منهای وای 3 جی ام منهای وای 3 وای 2 به اضافه وای 3، این بیاد ضرب بشه در وی 1 و وی مساوی با صفر باشه. این دو حال صفر میشه، یه وقت وقتی که اینا صفر باشن، یه وقت وقتی که دترمینان این صفر باشه. دترمینان اینو مساوی با صفر قرار میدم، میام میگم دترمینان مساوی با صفر، از دترمینان مساوی با صفر میام یه شرطی به دست میارم که شرط نوسانمه. فرض میکنم همه این المان هایی که اینجا گذاشتم هم المان هایی که توی این نتورک اینجا هم هستم هم لاسلس باشن، یعنی همه این وای هم یه جی بی باشن، این باشه جی بی دو، اون باشه جی بی سه، این باشه جی بی یک، لاس نمیخوام واسه داشته باشم. این یکی رو هیچ کارش نمیتونم بکنم، این آرپای ترانزیستوره، این هست درجه خودش. اگه بیام این کار رو بکنم، شرط نوسانم از اینجا بیام بنویسم، پس باید بیام دترمینان این ماتریس رو به دست بیارم، جی آی به اضافه جی در بی 1 به اضافه بی 3 منهای جی بی 3 جی ام منهای جی بی 3 جی در بی 2 به اضافه بی 3 این مساوی با صفر. اگر بیام این کار رو بکنم، از اینجا به این نتیجه میرسم که
شرط این که بخواد بیا صفر بشه. حالا از اینجا دو تا شرط درست میارم، تقریبا بلا استثناء همه شرط نوسانهای من دو شرطه میشن. چرا؟ چون تابعا مختلطن، یه جواب ریال داره یه جواب ایمجینری داره دیگه. معمولا 99% اوقات از جواب ایمجینری فرکانس رزونانس به دست میاد، از جواب ریال مینیمم گینی که لازم دارم که نوسان اتفاق بیفته و مینیمم گینی که لازم دارم که قطبان برن اون طرف صفحه. از 90% اوقات این شکلیه. حالا ممکنه که تک و توک باشه حالتایی که اینجوری نباشه. خب شرط اول میگه چی؟ میگه x1 که به اضافه x2 به اضافه x3 مساوی با 0، x برعکس b ایمجینریه، یعنی یک روی b 1 به اضافه یک روی b 2 به اضافه یک روی b 3 مساوی با 0. گفتم معمولا این اتفاق میفته. اینجا دو تا شرط به دست میارم، شرط این که اون شرط بارکازن که بخواد برقرار باشه یه تابع مختلط دارم مساوی با 1 که مساوی با -1، پس ریلش میشه 1 یا -1، ایمجینریش میشه 0. دو تا شرط به دست میاد. این دو تا شرط ها معمولا اون شرطی که مال ایمجینری فرکانس رو میده. چرا؟ چون معمولا اینایی که جی داشتن، حالا جی اومگا سی بودن، جی اومگا ال بودن، اینا معمولا سلف و خازنان بودن. اینا فرکانس هم رو تعیین میکنن. گین هم معمولا توش جی نداشته یا حداقل خیلی روی رفتار فرکانسی تأثیری نمیذاشته. گین هم معمولا اینجا به دست میاد، مثلا گین هم جی من به دست میاد. جی می به دست میاد که احتیاج داریم که این نوسان کنه. خب صبر کن دیگه، الان دارم می‌نویسم. میگم دو تا شرط به دست میاد. الان اینه که بیاید ضربش بکنید، دو تا شرط، دو تا قسمت داره دیگه. قسمت ریلش مساوی با 0، ایمجینریش مساوی با 0 دیگه. ایمجینریش هم که ریلش هم که من بیام مساوی 0 قرار بدم، میگه x1 مساوی با جی ام به جی آی ضرب در x2. خب حالا اگر x1 و x2 رو من براشون یه علامت در نظر بگیرم، x3 باعثی مساوی بشه با منهای اون دوتا دیگه. پس مثلا اگر x1 و x2 رو سلف در نظر بگیرم، x3 میشه چی؟ خازن. اگر x1 و x2 رو خازن در نظر بگیرم، x3 میشه سلف. اگر x1 و x2 رو بیام سلف و خازن در نظر نگیرم، یکیشون رو سلف بگیرم یکیشون رو خازن بگیرم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا مشکل پیدا میکنم. گینم جیم هم بعد منفی بشه نسبت اینا، یه مقاومت منفی میخوام. x1 و x2 رو بهتره که هم جنس بگیرم. اگر x1 و x2 رو هم جنس بگیرم، مثلا اینو بگیرم چه میدونم j اومگا c، اینم بگیرم j اومگا c، j اومگا این برای j اومگا این برای حذف میشن. این یه شرطی رو جی ام هم بهم میده، مینیمم جی امی که لازم دارم. این هم یه شرطی رو میده که فرکانس هم رو تعیین میکنه. خب بیام این کار رو انجام بدم، من همین زیره این مینویسم. حالا اگر بیام این از دترمینان این ایمجینریشه، جی بی دو بی سه ضرب در جی آی، این برش هم دارم جی بی سه ضرب در جی ام. چه؟ کجا جی ام هست شده؟ نه همینه. آره درمه نمست. آخه به جز این که حل میشه، نتیجهش هم نتیجهیه که باید باشه، یعنی جور دیگه هم میشه توجیهش کرد. خب من اینو دیگه پاکش میکنم، خیلی دستا پاگیره. خب حالا بیایم ادامه اونو بنویسیم ببینیم چی میشه. میتونم بیام فرض بکنم که x1 و x2 خازنن. اگه بیام فرض بکنم که x1 و x2 این نتیجه میده که x3 چی میشه؟ بیام اینا رو جایگزین بکنم. حالا اون تو این شکل مداری که اونجا دارم، مدارم رو شکلش میتونم بکشم، مقادیرم بخوام بیام به دست بیارم، x و x2 رو بیام تو این رابطه بذارم، اینجا خواهم داشت که j اومگا 1 روی j اومگا c1 به اضافه 1 روی j اومگا c2 به اضافه j اومگا l مساوی با 0.
همه رو اگه بیام توی نه اومگا ضربش بکنم و سادهش بکنم و اینا، از اینجا به دست میارم که اومگا صفرم مساوی خواهد شد با رادیکال، اینم بذارم السه، رادیکال یک روی میتونستم مثلا اینجوری بنویسمش یا بنویسمش اومگا صفر میشه یک روی رادیکال السه در سی یک به اضافه سی دو تقسیم بر سی یک سی دو. یه شرط دیگه هم دارم، اون شرط پایینه که میگه x1 ضرب داره جی ام فلان، اینو بیام بنویسم این پس شد شرط اولم، شرط اولی که اونجا داشتم اینو میده، شرط دومم چه نتیجه میده، شرط دومم بعد بیام بنویسم یک روی جی اومگا سی یک مساویه با جی ام به جی آی یک روی جی اومگا سی دو، اینم بیام سادش بکنم، از اینجا به این نتیجه میرسم که چی؟ سی دو به سی یک هم مساویه با جی ام به جی آیه. یه شرطی واسه مینیموم جی ام به دست میارم، مینیموم جی این جی ام باعث این میشه که اون شرط بارکهاوزن برقرار باشه، باعث میشه قطبان بیفتن رو محور جی اومگا. اگر میخوام نوسانگرم رو کار بکنه، کاری که میکنم اینه که اولش جی امشو بیشتر از این میگیرم، به تدریج که اشباع میشه میاد میفته رو این نقطه. شکل مدارشو بخوام بیام بکشم، شکل مدارم یه همچین چیزی میشه. این ترانزیستورم بود دیگه، کلا نمیکشه. ترانزیستورم و امیترش آمدم چیکار کردم؟ زمین کرد. خب بیسش چی؟ بیا اون مجموعه‌ای که اونجا هستش رو بکشم دیگه. این هستش L3، این هستش C1 و C2. کلکتورم آمده، کلکتورم اینجاست دیگه، V4 رو به V3 وصل کردم، آمده با یه دونه المانی رفته به کجا؟ به زمین. از این طرف هم یه دونه المانی اینجا دارم که یه طرفش زمینه یه طرفش بیسمه C2. السم هم که از خروجی آمده وصل شده به این طرف. این چیزی که من اینجا کشیدم بهش میگن چی؟ این اوسیلاتور کولپیتس پر استفاده ترین اوسیلاتوری که وجود داره. حالا بایاساش موند، بعد یه جورای بایاسش بکنم، مثلا فرض کنم میتونم بیام اینجا با یه دونه اینجا رو بزنمش مثلا به VCC، با یه دونه یه چیزی داشتیم به اسم RF چوک. RF چوک چیکار میکرد؟ تو فرکانس کاری من مدار بازه دیگه، نیست. اینجا رو میتونم بیام اینجا رو بایاس بکنم. حالا اینجا رو معمولا دیگه نمیخواد واسش سلف بزنم، اینجا میتونم با یه تقسیم مقاومتی بیام بایاسش بکنم، یا نه اگه خواستم بیام بایاسش بکنم میتونم بیام سلف بایاسش بکنم. اینجا رو هم بیام یه دونه مثلا فرض کنی که مقاومتی بذارم، اما این مقاومت رو بایپاس بکنم، فرقی نمیکنه. مدار AC این آبیا همه حذف میشن، بایاسش بکنم، بعد بیام وقتی میخوام ترانزیستورم استفاده کنم اینجاستش کنم. اوسیلاتور کولپیتس اوسیلاتوریه که تقسیم خازنی داشته باشه، یا توی این سه تا دونه المانی که اونجا من گذاشتم دو تاش خازن باشه. تقسیم خازنی باعث این بشه که من بیام یه نسبتی از خروجی رو بیارم تو ورودی. اون سلفه کاری که داره میکنه اینه که فقط داره اثر اون داره با اون خازنا رزونانس میکنه. مجموعه اینا با هم دیگه شبیه به یه رزوناتور عمل میکنن که یه مقاومتی دارن، یه لاسی دارن، یه چیزی دارن. حالا مقاومت رو من اینجا نکشیدم، مقاومت رو اینجا من فرض کردم دمپینگ مدار فقط جی آیه، هیچ المان لاسی دیگه ای من تو مدار نداشتم. اگر من بیام واسه این یک کیو غیر صفر متصور بشم، بعد بیام یه مقاومتی هم اینجا بذارم، اون مقاومت رو هم تو آنالیزم بیارم، یه ذره ماتریس هم بزرگتر میشه. چه اتفاق میمونه؟ سوال چی بود؟ بیس هم به چی وصله؟ وای یک وصله.
درست. قبل. سی یک شد. من از همه چی فعلا صرف نظر کردم، از خازن پارازیتیک، لاست ترانزیستور، نمیدونم مقاومت اثر ارلی، این اون همه چیز صرف نظر کردم. این یه تقریب درجه اوله، اونا رو صرف نظر نمی کنی، ماتریست بزرگتر میشه، مشکلی نیست. بعضی از اون چیزها رو هم میشه اینجا جذب کرد. الان خازن سی پایو میشه با سی یک جمع کرد، خازن سی میو رو میشه موازی با کل اینا گرفت، مقاومت اینو میشه آمد اینجا در نظر گرفت، به این کلکتور زمینه. مقاومت این پس شبیه به آروی ترانزیستوره، اثرش با آروی ترانزیستور من میتونم بیام یا بین اینجا اونجا بیام در نظرش بگیرم، حالا مهم نیست، بین اینجا اونجا در نظر بگیرم، بیام کلا تحلیلم یه بار دیگه بنویسم با فرض اینکه یه لاسی اونجا وجود داره. اگر بیام برعکس این کارو بکنم، x1 و x2 رو سلف در نظر بگیرم، x3 رو خازن در نظر بگیرم، میشه اوسیلاتور هارتلی. اوسیلاتور کولپیتس و اوسیلاتور هارتلی معروف ترین اوسیلاتورهایی هستند که استفاده میشن. کتاب هر کتاب اوسیلاتوری رو باز کنید، اولین اوسیلاتوری که تحلیل کرده اوسیلاتور کولپیتسه. خیلی از اینا فقط کاری که کردید که اومده گفته توپولوژی این است، بعد اومده تحلیلش کرده اینجا، ولی میتونستید ببینید که چجوری این اوسیلاتور چجوری میشه این توپولوژی رو پیدا کرد. ما هیچ شرطی نذاشتیم. حالا این شرط گذاشته بودم من روی اینکه وای 1 و وای 2 و وای 3 میتونن تلفات داشته باشن یا اونا هم یه مجموعه پیچیده تری در نظر گرفته بودم، ممکن بود به اوسیلاتورهای دیگه هم برسم. نه دیگه، فرض میکنم اون مقاومت ها انقدر بزرگن، مثلا این دوتا مقاومت اینجا چی میبینم؟ اینو موازی با این میبینم، موازی آرپای، موازی این دوتا باید از آرپای خیلی بزرگتر باشه. آرپای هم اگه مثلا یک کیلو اهمه، اینا رو دوتا ده کی میذارم، دوتا بیس کی میذارم، مهم نیست، مهم اینه که ولتاژ ثابت کنم. اگرم که خیلی اذیت هم میکنه، یه سلف هم باهاشون سری میکنم که تو فرکانس بالا دیگه کلا مدار باز بشه. چی؟ خب میشه چیکار کرد؟ یه چیزایی رو ممکنه بشه جذب کرد تو جی آی، یه چیزایی رو تو جی آی میشه جذب کرد، یه چیزایی نمیشه. مثلا مقاومت اینه نمیشه تو جی آی جذب کرد، اینا با جی آی موازی میشن. آره جریانش خیلی تغییر بکنه اشکال نداره. کلن ببین این حالا اینجا یه باگی اینجا وجود داره، اونم اینه که من آمدم دارم یه مدار غیر خطی تحلیل میکنم، دارم مداری رو تحلیل میکنم که سیگنال بزرگ توش داره میاد، بزرگه، خاموش میشه، روشن میشه، همه این چیزها رو دارم، بعد آمدم مینویسم جی ام، بعدم میبینید که این جی ام رو من میام تحلیل میکنم، میام بعدن این مدار رو میذارم، میگم فرض کنید ورودی آ کوسینوس امگا تیه که آ کوسینوس آ خیلی کوچیکتر از وی تی نیست. اگر تو این آ کوسینوس امگا تی که آش خیلی کوچیک‌تر از بی تی نیستش من بیام بنویسم، میتونم اتفاقی که میفته اینه که چی میشه؟ شکل موج جریانم دیگه یه سینوسی نمیشه، شکل موج جریانم یه سیگنال تناوبی میشه که واسه اون سری فوریه مینویسم، هارمونیک اولش میشه اون جی امی که اینجا نوشتم. حالا میرسیم بهش، خودش یه جلسه کنه.